سلام، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. میدونم الان منتظر ولاگ بودین، ولی این ویدیو خیلی واجب بود که درست کنم و بیام صحبت کنم در موردش. اشتباهی کردم یک سال پیش که مشابه این اتفاق افتاد، من نیومدم در موردش صحبت کنم و ویدیو درست کنم. خیلی اشتباه کردم. امروز قراره در موردش صحبت کنم باهاتون، چون میگم خیلی موضوع مهمیه و یه بار واسه همیشه این بحثو جمعش کنم که دیگه این اتفاق نیفته. چند وقت بود من هی کامنت میگرفتم، دایرکت میگرفتم سر این موضوع که سبا تو توی آپارات اکانت داری یا ویدیواتو توی آپارات هم میذاری؟ بعد من جوری بودم که چی؟ یا مثلا کامنت میگرفتم که سبا یه نفر داره ویدیوهای تو رو توی آپارات آپلود میکنه. بعد من اینجوری بودم، خیلی واکنششون ندادم. یعنی از یک سال پیش که یه دوتا کانال بود که این اتفاق افتاد، منتها بچه‌ها رفتن واسهشون کامنت گذاشتن و اینا، یکیشون که کلا پاک کرد، یکیشون پاک نکرد ولی دیگه ویدیوها رو نذاشت. تازه اون دوتا قبلیه که پارسال اتفاق افتاده بود، ببین حالا این نوشته من سبا نیستم، خود سبا نیستم، گرچه اینم قانع کننده نیست. اون دوتای قبلی که اینجوری بودن که ویدیوها مال خودمونه، مثلا بچه‌ها رفته بودن واسهش کامنت گذاشته، چون من استوری کرده بودم، رفته بودم واسهش کامنت گذاشته بودن که واسه چی ویدیوی سبا رو داری مثلا میذاری تو ویدیوهای خودمه، سبا کیه؟ اینجوری بودن، سبا کیه؟ ویدیوهای خودمه، خودم گرفتم ویدیوها. ببین اونا که دیگه خیلی وحشتناک‌تر، چون ویدیوهایی گذاشته بودن که من خودم توش نبودم، حالا دستم بود، صدامو جو بودن که ویدیوهای خودمونه. از اون وحشتناک‌تر این بود که توی کامنت ها، خب مثلا طرفش گفته بود که این چیزا تو از کجا خریدی؟ اینجوری میکرد، از سایت آمازون سفارش داد. من اینجوری بودم که ببخشید میخوام خیلی عفت کلامم رو حفظ کنم، ولی دیگه اینجا خواستم بگم حداقل با ویدیوهای من تو کامنت ببخشید، ولی چوسی نیا، چون اون چیزی رو که داری میگی از سایت آمازون خریدم تو همون دیجیکالا هم پیدا میشه. ببین این دوتا که خیلی رو مخ بودن، اون دوتا که مال پارسال بود، آره اون دوتا وانمود میکردن که ویدیو مال خودشونه کلن و اینجوری کلاس هم میذاشتم. چی میگی؟ دوباره چند وقت بود من داشتم کامنت میگرفتم سر این قضیه که آره سبا یکی داره ویدیوهاتو توی آپارات آپلود میکنه. بعد من یه مدت اینجوری بودم که اوکی، شاید کانال اون کاناله رو مثلا دیدن و اینا، شاید اون بوده مثلا دارن بهم میگن. تا دیدم که خیلی دارن مثلا بهم دایرکت میدن، پیام میدن توی اینستا که آره یه نفر داره میذاره اینا. آقا من پاشادم رفتم داخل گوگل سرچ کردم آیدی کانالمو و یه آپارات فارسی هم کنارش نوشتم. آقا یه اکانت به اسم خودم، دقیقاً آیدی کانال یوتیوب من توی آپارات. ببین مغزم سوت کشید وقتی دیدم یه نفر کل ویدیوهای منو آپلود کرده بود توی آپارات. خب حتی ویدیویی که 24 ساعت ازش نگذشته بود من آپلود کردم. قطعاً باید میدونید، حالا اگه نمیدونید، 24 ساعت اول ویو هر ویدیو توی یوتیوب خیلی مهمه. نمیدونم چطور یه آدم نمیدونه همچین چیزی رو. میفهمی تو با این کارت چه آسیبی به من و کانالم زدی؟ هیچ، آقا من اینو دیدم بعد اینجوری بودم که یعنی چی؟ مگه میشه آخه یه نفر بابا کل ویدیوهای منو؟ ببین کسی که کانال یوتیوب داره همه چیش داره با این ویو اینا میچرخه دیگه. خب اینو دیگه هممون میشه یه آدم ندونه این کارش درست نیست؟ من نمیفهمم. بندم و خدای همه ویدیوهای منو گذاشته. بعد یه سری هم تو کامنت ازش تشکر میکردن که مرسی که ویدیوهای سبا رو داری آپلود میکنی اینجا. و من اینجوری بودم که بعد مثلا فکر کرده بود داره به من لطف میکنه، توی کپشن همه ویدیو زده بود من خود سبا نیستم، آیدی کانال سبا اینه، من خود سبا نیستم، ولی حمایت کنید، حمایتت کنن که به من آسیب بزنی. اینجوری نمیدونم متوجه، احتمالاً طرف داره الان این ویدیو رو میبینه، متوجهی که با این کار چه آسیبی به من و کانالم میزنی این شکلی؟ کانال من یه کانال خیلی بزرگی نیستش که من بگم من میلیونی بازدید دارم، خب ویو دارم. اگه یه نفر ویدیوهای منو بذاره توی آپارات و نمیدونم اینور، به حال من فرق نمیکنه. نه، ویدیو این کانال من اونقدر بزرگ نیستش که اینجوری آسیب نبینه. خیلی این کارت آسیب میزنه به کانالم. من دیدم یه مدت ویدیو هام خیلی خراب شده بود، خیلی بد بود، من اینجور که خدای چه اتفاقی داره میفته. بعد ببین منطقیه، من میدونم یوتیوب فیلتره، سخت اومدن توش، ولی این مگه تقصیر منه که یوتیوب فیلتره؟ منم خب کارم اینه دیگه، این که تو برمیداری ویدیوهای منو آپلود میکنی داخل آپارات نمیذاری 24 ساعت ازش بگذره، کسی دیگه فیلتر شکن روشن میکنه پاشه بیاد داخل یوتیوب ویدیوهای من نگاه میکنه؟ نه،
هر کدوممونم باشیم این کار نمیکنیم، میگیم ولش کن حالا، واسه چی مثلا 2 ساعت فیلتر شکنم و روشن کنم پاشم برم ویدیو اونو توی یوتیوب ببینم، یکی گذاشت تو آپارات همینجا نگاه میکنم دیگه. بعد قشنگ داری به من آسیب میزنی با این کارت. میگم نفر اولم نبودا، پارسالم دو نفر این کارو کرده بودن. خب نکنید خواهشم ویدیوهای من نذارید توی آپارات. و اینو بهتون بگم، من فکر میکردم قابل پیگیری نیست، ولی کاملا قابل پیگیری. من با آپارات صحبت کردم، دستشون درد نکنه خدای پشتیبانیشون، خیلی من اصلا فکرشو نمیکردم. من با آپارات صحبت کردم و اینا، کانالشو کلا پاک کرد آپارات. ببین منو، این همه وقت تو میذاری، حجم اینترنت تو میذاری، قطعا کم حجمم نیستش که این ویدیو ها میخوای دانلودشون کنی، وقت میذاری، حجم اینترنت تو میذاری، 2 ساعت دانلودش میکنی ولی آپلود میکنی، من خیلی راحت میتونم پیگیری کنم پاک کنم. پس یه ذره بشین فکر کن، خلاقیتتو به کار بگیر، خودت بشین تولد محتوا کن، ویدیو یه نفر دیگر رو ور ندار ببر بذار توی آپارات، خیلی کار اشتباهیه. یه چیز دیگه، تو برداشتی به نیت این که آقا اگه وی پی ان تون کار نمیکنه من دارم ویدیوهای سبار واسه تون میذارم، تو من اجازه گرفتی ویدیو مگه مال من نیستش؟ تو کی اومدی به من پیام بدی اجازه بگی بگی سبا مثلا ممکنه وی پی ان های بچه ها کار نکنه، من میتونم ویدیوهاتو بذارم تو آپارات؟ 100% قطعا همون موقعم جواب من نبود، ولی در هر صورت تو از من اجازه نگرفتی این کارو کردی. با اجازه کی این کارو کردی؟ کسی که این کارو میکنه قطعا میدونه که تولید محتوا کردن چقدر کار سختیه، وگرنه خودش میرفت سمت این کار و خودش شروع میکرد ویدیو درست کنه. این ساده ترین ویدیو هم همین که تو بیای بشینی جلوی دوربین میخوای صحبت کنی، ببین واقعا کار سختیه، چی بگی چی کار کنی، ادیت داره، کوف داره، زهر مار، ببین کلی سخته. کسی که یه بار حتی یه بار دوربین گذاشته باشه جلوش و شروع کرده باشه جلوی دوربین صحبت کردن، میدونه که تولید محتوا خیلی کار سختیه. اون یوتیوبر کلی داره سخت با وضعیت چی میگن سختگیری های یوتیوب، خب یوتیوب خیلی پلتفرم سختگیریه، طرف داره با بدبختی محتوا تولید میکنه، ویدیو درست میکنه و اینا، تو خیلی راحت میای ویدیوشو برمی‌داری برای یه جا دیگه آپلود میکنی، بعد این وسط تو چی کار داری میکنی؟ میدونی چه ضرری داره به اون فرد میرسونی؟ نکنید این کارا رو. نمیدونم، شاید نمیدونید که کار درستی نیستش. بعد میگم من از این حرسم گرفت، اونایی که ازش تو کامنت ها تشکر میکردن که مرسی که ویدیوهای سبا رو داری میذاری توی آپارات، اونم خوشحالم که دارم کمکتون میکنم. اینجوری بودم که خدایا، خواهش میکنم نکنید این کار، خیلی کار بدیه. میگم الان دارم بهتون میگم دیگه، کاملا کل حرفامو زدم دیگه، فهم خواستم اینو بگم که اینو بدونید که قابل پیگیریه، میشه پیگیری کرد، پس نکنید این کارو، واسه خودتون الکی هم دردسر درست نکنید. اگه 3 دفعه این اتفاق واسهتون بیفته این کارو بکنید و اون یوتیوبر ازتون شکایت کنه، آپارات دیگه نمیذاره ویدیو آپلود کنید، دهنتون رو صاف کنه، نکنید این کارو. پس خودتون برید خلاقیتتون رو جمع کنید، شروع کنید ویدیو درست کنید. میدونم کار سختیه، ولی خودتون از خودتون مایه بذارید، زحمت بقیه رو پایمال نکنید. هر کی به نوبه خودش تو زندگیش داره تلاش میکنه که به یه جایگاهی برسه، انقدر دنبال لقمه حاضر آماده نباشین، تلاش کنید خودتون واسه زندگیتون دیگه. همین دیگه، خیلی حرف زدم، فقط میخواستم سریع بیام این ویدیو رو بذارم، چون میگم من همون پارسال بعد این کارو میکردم و میذاشتم، اشتباه کردم که اون موقع حالا مثلا نشد و حال نداشتم و اینا، خیلی جدیش نگرفتم، ولی میگم دیگه نکنید این کارو. و من همین دوتا اکانتو دارم، یه دونه اکانت این توی اینستا دارم، یه دونم همین کانال یوتیوبمه. خواهش میکنم ویدیوامو از داخل کانال یوتیوبم نگاه کنین، هر جای دیگه دیدین بهشون تذکر بدید و خواهش میکنم ریپورتشون کنید، گزارش بدید و از اینجور چیزا. آره از این به بعدم من خودم، ببین من خیلی حوصله دارم، خب آدم صبوری هم هستم، ببین من هر جا ببینم اگه یکی این کارو کرده باشه من پیگیری میکنم، خب همینجوری نمیگذرم ازش، آدم پیگیریم کلا. آره نکنید خلاص این کارو دیگه، من میرم دیگه، خدافظ.